کلام خدا در دهان شما فراتبیه است. تنفس دهان به دهان دوم تیموتاوس باب سه آیه شانز ده کتاب همان روح ایمان فصل پنجم کوه شما باید صدایتان را بشنود خدا چیزهای عظیم، پرجلال، حیرت آور و شگفت انگیزی برای من فراهم کرده بود که مسدود شده بودند یک روز در حالی که مشغول دعا و مطالعه بودم روح القدس شروع به دادن رویایی نسبت به کارهایی که خدا میخواست در زندگی من انجام دهد کرد اما بین بهترین برکات خدا و من کوههایی وجود داشت او گفت اگر میدانستی طرف دیگر کوهت چه چیزی قرار دارد آن را جابجا میکردی کوها داشتند برکات خدا در زندگی من را مسدود کرده و مانع آنها میشدند. روح القدس برای تشویق من برای بکار بردن ایمانم بارها و بارها گفت اگر می طرف دیگر کوهت چه چیزی قرار دارد آن را جابجا جا می کردی. همچنان که بارها و بارها مرقس باب یازده آیه 23 را خواندم شروع به درک واضحتری از آنچه عیسی می‌گفت کردم در مرقس باب یازده آیه بیست و میفرماید زیرا هر آینه به شما میگویم هر که بدین کوه گوید منتقل شده به دریا افکنده شو و در دل خود شک نداشته باشد بلکه یقین دارد که آنچه گوید می شود هر آینه هر آنچه گوید به دو عطا شود در لوقا باب 17 آیه 6 میفرماید و خداوند گفت اگر ایمان به قدر دانه خردلی می داشتید به این درخت افراغ می گفتید که کنده شده در دریا نشانده شود اطاعت شما می کرد. در این آیات مثال درخت افراغ است یک نفر یک بار به شوخی گفت من مشکلم را شناسایی کردم و از درختم بیزارم گاهی اوقات اوزای اطراف شما به حال خود باقی میمانند تا زمانی که شما از خسته و بیزار بودن خسته و بیزار شده و تشخیص دهید که اوضاع باید در زندگی شما تغییر کند. اینجا عیسی از مثل درخ استفاده می کند چرا که جابجایی به جایی درخ مستلزم معامله کردن با ریشه هایی است که برای مدت طولانی در آنجا باقی ماندند. این درخت و ریشه های آن می توانند نمایندگان مشکلات گوناگونی در زندگی شما باشند. من آنچه را که اسمیت ویگل سورس در کتاب ایمان روز گفت دوست دارم. هر انسانی صرف نظر از اینکه چگونه ممکن است در بند باشد می تواند به واسطه ایمان تغییر کند. در مرقس باب 11 آیه 23 می توانید ببینید که عیسی گفت: این نوع ایمان برای هر کی عمل خواهد کرد و بر هر آنچه کارساز خواهد بود به عبارت دیگر برای هر کسی و برای هر چیزی عمل خواهد کرد توجه کنید که عیسی چطور دقیقا این را در لوقا باب 17 آیه 6 بیان کرد به این درخت افراق بگویید که کنده شده در دریا کاشته شود از شما اطاعت می کرد او نگفت که درخت از شبان مست شده و مورد علاقه شما اطاعت خواهد کرد بلکه از شما اطاعت خواهد کرد او حتی نگفت که آن درخت از خدا اطاعت خواهد کرد گفت که درخت باید از شما اطاعت کند اگر این آیه را در کنار آیه مرقس باب 11 آیه 23 بگذارید هر که بدین کوه گوید هر آنچه گوید به دو عطا شود می توانید قدرت کلام مملو از ایمان را ببینید. می بینید که رسیدگی به اوضا بر عهده خدا یا شخص دیگری نیست. کوه شما از شما اطاعت خواهد کرد. کوه شما نیاز به شنیدن صدایتان دارد. عیسی نگفت که در مورد مشکل خود با خدا سخن بگویید. او به شما گفت که خود با مشکلاتتان سخن بگویید. هرچه باشد نهایتا این کوه درخت یا مشکل شماست و سر راه ترقی و برکت فراتبیی زندگی شما قرار دارد. کوه شما نیاز به شنیدن صدایتان دارد. ممکن است شما منتظر خدا باشید اما این خداست که در واقع منتظر شماست. اغلب زمانی آن را از دست می دهیم که به اندازه کافی کتاب مقدس را بررسی نمی کنیم. کوه شما نیاز به شنیدن صدایتان دارد. می توانید همین حالا این را شخصی سازی کرده و بگویید نیاز است که کوه من صدایم را بشنود. صدای شما آدرس روح شماست. چه چیزی در مورد صدای شما وجود دارد که به این اندازه مهم است؟ چرا عیسی گفت هر آنچه گوید به دو شود؟ اول اینکه هیچ صدایی همانند صدای شما وجود ندارد. صدای شما آدرس شما در قلم روی روح است. دانشمندان میگویند که اثر صوتی در تشخیص هویت افراد به اندازه اثر انگشت آنها دقیق است. آنها میگویند هیچ صدایی مانند صدای شما نیست. در برخی شرایط فوق امنیتی شخص باید صحبت کند و صدای او باید قبل از صدور مجوز شناخته شود در مزامی باب 18 آیات شش و 7 میفرماید در تنگی خود خداوند را خواندم و نزد خدای خیش استقاسه نمودم او آواز مرا از هیکل خود شنید و استقاسه من به حضورش به گوش وی رسید زمین متزلزل و مرتعش شده اساس کوها بلرزید زمان طولانی لازم نیست تا صدایتان به آسمان و به گوش خدای قادر مطلق برسد. او منبع اقتدار شما به عنوان یک فرد ایماندار است. آسمان به صدای شما پاسخ می دهد. اگر صدای شما آسمان را به حرکت در می آورد می دانید که کوها و درختان را نیز به حرکت در می آورد. این راهی است که با آن می توانید چشمانداز زندگی خود را تغییر دهید. شما باید صدای خود را با صدای ایمان که باور دارد، انتظار دارد و انکار نخواهد شد، بالا ببرید. ای دبلیو کنین گفت: دلیل اینکه اکثر مسیحیان علارق به نیت پاکشان ضعیف هستند این است که هرگز شهامت اعتراف به اینکه در مسیح چه کسی هستند را نداشتند نه تنها خدا به صدای ایمان پاسخ می دهد بلکه فرشتگان نیز با سخنان شما به عمل در می آین. در دانیال باب ده آیه دوازده می فرماید یک فرشته به دانیال گفت سخنان تو مستجاب گردید و من به سبب سخنانت آمده ام. سخنان دانیال پاسخ را از آسمان آورد و فرشته به آدرس درست آن را رساند. روس وارد هفلین در کتاب خود جلال اشاره می کند که کلمه نردبان در عهد عتیق زمانی که یعقوب فرشتگان را در حال صعود و نزول دید مراجعه شود به پیدایش باب 28 آیه 12 ارزش مقداری برابر با کلمه صدا در عهد جدید دارد آیا امکان پذیر است که فرشتگان در حال سفر بر روی نردبان صدای شما باشند؟ صدای شما بزرگ راهی است که فرشتگان در آن در رفت و آمد هستند تا چیزهایی را از آسمان برای شما بیاورند. اگر سخنان چندانی نمیگویید امکان دارد همین حالا مسیر عبور و مرور مسدود شده باشد. خدا میخواهد که شما ایمان داشته و سخن بگویید. او مشتاق است که صدای خود را در ایمان برای آزادسازی قدرت او در مواقع نیاز خود بلند کنید این یکی از دلایلی است که باید صدای خود را بیشتر در پرستش و ایمان به خدا بلند کنید اگر کوهی جلوی راهتان قرار دارد با امواج صوتی با آن رفتار کنید چندی پیش مقاله‌ای در مجله تایم دیدم که توجه هم را جلب کرد. این مقاله چه چیزی در کوارکا نهفته شده است؟ چگونگی کشف ذره ای به نام کوارکا در آزمایشگاهی در نزدیکی شیکاگو را توضیح می داد. شواهد از برخورد بین پروتون های زیر اتمی و ضد پروتون ها در سرعت های بالا دریافت شد. نه تنها کوارکا کشف شدند، بلکه تواترون به قدری قدرتمنده است که میتواند ساختار خود کوارکا را تفتیش کند ساختار کوارکا از چه تشکیل شده است چه چیزی در کوارکا نهفته شده است مقاله شرح می دهد که فیزیک دانان در سال 1994 زمانی که راز کوارک را کشف کردند بسیار مسرور شدند سرانجام پس از 17 سال جستجو آنها ششمین و به گفته نظریه پردازان آخرین ریزترین و اساسی ترین انصرهای تشکیل دهنده ماده را پیدا کردند. در دسرساز ترین کار نیمه تمام به اصطلاح مدل استاندارد در فیزیک ذرات به اتمام رسید یا آنها فکر میکردند که به اتمام رسید. طبق گزارش در علم کنونی همان افرادی که کوارک بالا را کشف کرده بودند ممکن است کشف متحول کننده تری کرده باشند برخلاف آنچه فیزیکدانان در سی سال گذشته بدان معتقد بودند کوارک ها ممکن است اساسی ترین ساختارهای ماده نباشند ذره کوچکتر از اتم و پروتون وجود دارد همه چیز از این ماده مخفی ساخته شده است پاسخ به ما کمک می کند تا منشه همه چیز را ببینیم. پاسخ می تواند همانی باشد که بسیاری از دانشمندان امروزه به آن باور دارند. کوارکا از امواج صوتی تشکیل شدند. باور می کنم که پاسخ همین است. زیرا این همان چیزی است که کتاب مقدس تعلیم می دهد. کوچکترین عنصر سازنده همه چیز امواج صوتی است. کتاب پیدایش بارها و بارها گفت و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد پیدایش باب یک آیه سه شما می توانید به وضوح ببینید که خدا همه چیز را با صدای خود آفرید او جهان را با کلامش به وجود آورد همچنین می توانید ببینید که هر آنچه با کلام خلق می شود با کلام نیز برچیده شده یا فرو می پاشد. در مزامیر باب سی و سه آیه شش و نو می به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل لشکر آنها به دم دهان او زیرا که او گفت و شد او امر فرمود و استوار کردید عیسی قدرت ایمان خدا را در مرقس باب یازده آیه 23 توصیف کرد. مسئله که او هنگام لعنت درخت انجیر برای شاگردان آورد یک شگرد الهی که مختص خدا باشد نبود. عیسی گفت هر که بگوید. مسئله دیگری از کتاب مقدس مبنی بر اینکه کوارکا از امواج صوتی ساخته شدهاند در این قسمت از کلام یافت می شود. در ابرانیان باب یازده آیه سه میفرماید به ایمان فهمیده ایم که عالم‌ها به کلمه خدا مرتب گردید حتی آنکه که چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شد جهان به واسطه کلام خدا شکل گرفت این فصل مربوط به ایمان عظیم در کتاب مقدس ما را به ایمان خدا که در زمان آفرینش پیش از ایمان ابراهیم به کار رفته شد برمیگرداند ابراهیم باید روح ایمان را پیش از تحقق یافتن معجزه‌ای که خدا به او وعده داده بود به دست می آورد رومیان باب چهار آیه هفده میفرماید، فرماید چنان مکتوب است که تو را پدر امتهای بسیار ساختم در حضور آن خدایی که به او ایمان آورد که مردگان را زنده می کند و ناموجودات را به وجود می خاند. کلامی که به شما گفته شده باید از طریق شما گفته شود خدا نیستیها ناموجودات را فرا میخواند که آنطور که نیستند باشند او چیزها را فرا میخواند ابراهیم میبایست پیش از به وقوع پیوستن معجزه با خدا توافق می کرد. کلامی که به شما گفته شده باید از طریق شما گفته شود دکتر لیلیان بی یومانس این چنین گفت خدا خود را به طور برگشت ناپذیری به مشارکت با بشر در به انجام رساندن اراده الهی گره زده است. او ایمان انسان را عاملی تعیین کننده در کار باز خرید قرار داده است. خدا به دنبال کسانی است که به او ایمان داشته و همان سخنان را بگویند. ایمان ماده است. عنصری که همه چیز از اون ساخته شده است ایمان است در ابرانیان باب 11 آیه یک میفرماید پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده ایمان زامن یا تایید و سند چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی بینیم یعنی آنچه که به حواس پنجگاره آشکار نیست را ایمان لمس و درک می کند. ترجمه دیگری می گوید و حال ایمان تبدیل رویا به واقعیت است. شرطپندی زندگیتان بر واقعیت های نادیدنی است. ایمان همیشه با یک صدا، آوا و یک کلمه حاصل می شود. دیدنی از نادیدنی شکل گرفت. چیزهایی که دیده می شوند، از چیزهایی که می توانند دیده شوند ساخته نشدند. نادیدنی از دیدنی قویتر است و همین دلیل است که ما به ایمان رفتار می کنیم نه به دیدار دوم قرنتیان باب پنج آیه هفت صدای ایمان در کار نهفته شده است که دنیای ما را شکل می دهد روح ایمان شامل عناصر سازنده اراده خدا در زندگی ماست تمام حقوق و امتیازات مربوط به بازخرید که در مسیح به ما تعلق دارند باید از طریق ایمان تصاحب شوند اقتدار ایماندار از طریق کلامی که کوها و درختان را به حرکت درآورده و شریران را فراری می دهد، آزاد می شود هر که هر آنچه گوید بدو عطا شود در مرقس باب 11 آیه 23 عیسی گفت هر که هر آنچه گوید به دو عطا شود ما می توانیم از این بخش از کتاب مقدس پنج نتیجه ساده بگیریم یک اگر اراده خدا این بود که کوه سر جایش باقی بماند عیسی به شما نمی گفت که آن را منتقل کنید دو اگر فقط می دانستی در طرف دیگر کوه شما چه چیزی قرار دارد آن را منتقل می کردید. سه، اگر آنجاست می توانید آن را منتقل کنید. هیچ کوهی در حوزه نفوذی زندگی شما وجود ندارد که نتوانید آن را جابجا جا کنید. چهار، کوه شما باید صدایتان را بشنود. 5. اگر خدا مسئول هر آنچه در زندگی دارید است، ایسا هرگز مرقس باب یازده آیه بیست و سه را نمی گفت. اگر کوهی سر راهتان قرار دارد با امواج صوتی با اون رفتار کنید از شما اطاعت خواهد کرد. خدا شما را مسئول نگاه خواهد داشت که جهان خود را با کلام او شکل دهید. شیطان می خواهد که جهان شما را با شک، ترس، افسردگی، بیماری و فقر شکل دهد. اما کلام خدا او را فراری خواهد داد. عیسی به شما گفت که با کوه خود سخن بگویید. کوه در حال سخن گفتن با شماست. به شما میگوید که چقدر عظیم است. برای چه مدتی سر جایش باقی مانده است و اینکه به حرکت درآوردنش غیر ممکن است. برخی از مردم در واقع کوه یا موانع زندگی خود را انکار کردند. آنها میگویند هیچ کوهی وجود ندارد هیچ کوهی وجود ندارد اما آنها تنها در حال چشم پوشی کردن و وانمود به این هستند که کوهی برای آنان وجود ندارد به انکار کردن نیفتید عیسی گفت که با کوه خود سخن بگویید نه اینکه وجودش را انکار کنید با خدا در موردش صحبت نکنید با خود کوه سخن بگویید به اون کوه مستقیما سخن گفته و به او بگویید که منتقل شده در دریا افکنده شود گویی هرگز آنجا نبوده است با ایمان با امواج صوتی با صدایی بلند با آن رفتار کنید